وزیر دفاع روسیه گروه بندی ناتو در نزدیکی مرزهای ما دونیم برابر افزایش یافته است ای شویگو، وزیر دفاع روسیه امروز چهارشنبه اعلام کرد که گروه بندی های نظامی ناتو در نزدیکی مرزهای این کشور از ماه فوریه تا کنون دونیم برابر افزایش یافته و تعداد نظامیان ناتو از سی هزار نفر فراتر رفته است شویگو گفت در اروپای شرقی و مرکزی و همچنین در کشورهای حوزه دریای بالتیک نیروهای مسلح کشورهای فرامنطقهای ناتو مستقر هستند گروه های نظامی تاکتیکی در خاک بلغارستان، مجارستان، رومانی و اسلوواکی در حال شکل گرفتن هستند و تعداد آنها از فوریه سال 2022 تا به امروز دونیم برابر شده و به بیش از هزار نفر رسیده است و این رقم در طول مدت کوتاهی ممکن است حتی بیشتر هم بشود. وزیر دفاع یادآور شد که این اقدامات ناتو شرکای مسکو و در وهله نخست بلاروس را به خطر انداخته است به گفته شویگو وزارت دفاع روسیه تضمین امنیت نظامی کشور متحده روسیه بلاروس را یک وظیفه دارای اولویت میداند وی افزود ما بر آموزش نیروها و بهبود قابلیت های رزمی آنها تمرکز کرده و به طور منظم رویدادهای آموزشی عملیاتی و رزمی مشترکی را انجام میدهیم توافق روسیه و اوکراین بر سر صادرات غلات احیا شد توافق صادرات غلات میان روسیه و اوکراین پس از چند روز تعلیق از روز چهارشنبه از سر گرفته شد به نوشته خبرگزاری فرانسه رجب طیب بردوغان رئیس جمهور ترکیه اعلام کرد تردد کشتی های حامل غلات اوکراین بعد از تماس تلفنی میان وزرای دفاع آنکارا و مسکو از سر گرفته شده است وزارت دفاع روسیه نیز در بیانیه ای اعلام کرد پس از دریافت ضمانت های امنیتی از کیف مشارکت مسکو در توافق صادرات غلات ادامه پیدا کرده است در بیانیه این وزارتخانه آمده است به لطف ترکیه و سازمان ملل متحد اخذ زمانت های کتبی از اوکراین در قبال توافق غلات میسر شد وزارت دفاع روسیه توضیح داد کیف زمانت داد که از گذرگاه ایجاد شده برای تردد کشتی های حامل غلات و همچنین بنادر اوکراین برای عملیات های نظامی علیه روسیه استفاده نکند. بیش از این ریاست جمهوری ترکیه شامگاه سشن به خبر داد که اردوغان در گفتگوی تلفنی با ولادیمیر پوتین، همتای روسیه خود تاکید کرده که اسفینان دارد همکاری راه حل محور میتواند در زمینه توافق صادرات غلات ایجاد شود. اصر شنبه وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که مشارکت این کشور در توافق نامه صادرات غلات با اوکراین پس از هدف قرار گرفته شدن سپول با پهباد به حالت تعلیق درآمده است. پیش از آن مقام های شهر بندری سوایستوپول واقع در کرانه دریای سیاه و جنوب غربی کریمه گفته بودند که پس از حمله پهبادی به کشتی های ناوگان دریای سیاه روسیه کشتیگاه این شهر به طور موقت مسدود شد و کشتیها و قایق ها قادر به عبور از طریق این خلیج نبودند. کره شمالی برای اولین بار به نزدیکی ساحل کره جنوبی موشک شلیک کرد. رئیس ستاد مشترک ارتش کره جنوبی امروز چهارشنبه به خبرنگاران گفت کره شمالی حداقل ده موشک به سمت دریای ژاپن و دریای زرد شلیک کرده است جزئیات دیگر تا زمانی که نیروهای مسلح کره جنوبی پاسخ به اقدامات کره شمالی را کامل نکنند فاش نمی شود. گزارش های اولیه حاکی از شلیک حداقل سه موشک از سوی کره شمالی بود یکی از آنها که به سمت جزیره اول آنگدوی کره جنوبی حرکت میکرد در 57 کیلومتری شرق شهر سوکچوی کره جنوبی به دریا افتاد. ستاد مشترک ارتش کره جنوبی در بیانیه ای اعلام کرد برای اولین بار از زمان تقسیم شدن کره است که موشک بالستیک کره شمالی تا این حد نزدیک به آبهای سرزمینی کره جنوبی فرود آمده و این اقدام کره شمالی غیرقابل توجیه است یک مورد فوقالعاده استثنایی و غیرقابل توجیه ارتش ما به آن پاسخ خواهد داد یاسو کازو وزیر دفاع ژاپن هم به خبرنگاران گفت هیچ خسارتی ناشی از شلیک های موشکی کره شمالی به کشتی ها یا هواپیماهای های ژاپنی گزارش نشده است او گفت وزارت دفاع اطلاعاتی را با وزارت های دیگر رد و بدل کرده است تا این زمان هیچ آسیبی ناشی از موشک های کره شمالی به کشتی ها و هواپیما ها ثبت نشده است به گفته ی وزارت دفاع ژاپن کره شمالی امروز حداقل دو موشک شلیک کرد که خارج از منطقه انحصاری اقتصادی ژاپن سقوط کرد وزیر دفاع ژاپن گفت موشک های کره شمالی ممکن است در امتداد یک مسیر غیر استاندارد با ارتفاع 150 و 100 کیلومتر و برد پروازی 150 و 200 کیلومتر پرواز کرده باشد وزیر دفاع ژاپن گفت کره شمالی در سال جاری پرتابهای موشکی را با شدت بی سابقه ای انجام داده و با انجام اقدامات تحریک آمیز تنشها را افزایش داده است این اقدامات صلح و امنیت کشور منطقه ما و جامعه جهانی را تهدید می کند و کاملا غیرقابل قبول است آنها نقض قطعنامه مربوطه سازمان ملل کشورمان از طریق سفارتش در پکن به کره شمالی اعتراض و محکومیت شدید و لحن خود را اعلام کرده است نیروی هوایی کره جنوبی در پاسخ به پرتابهای موشکی امروز کره شمالی سه موشک هوا به سطح به سمت آبهای بینالمللی شمال شلیک کرد که یکی از آنها در جنوب خط مرزی به دریای ژاپن و در نزدیکی آبهای سرزمینی کره جنوبی سقوط کرد پرتابهای موشکی سئول پس از آن انجام شد که دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی به واکنش سریع و قاطع متعهد شد تا شمالی بهای به اقدام تحریک آمیزش را پرداخت کند ممنون که تا پایان با ما همراه بودید جهت آگاهی از مهمترین رویدادهای ایران و جهان کانال ما رو در زیر همین ویدیو سابسکرایب و زنگوله اونو فعال کنید وقتتون خوش و خدا نگهدار